هر دم از این باغ بری میرسد. هر روز داریم آمار دزدی میشنویم. 3000 تا رو حل نکرده بودیم شد 7000 تا، 7000 تا شد 11000 تا، 11000 تا شد 15000 تا. خب وقت جالب اینه همین هایی که دزدیدن همین ها ادعاشون لایه اوزونم جر میداد، نگاهشون میکردی یقه بسته و ریشی و پشمی و گلایی و قیافه و بهش میرسیدی دوست داشتی دستش هم بله ببوسی زاغر و سلا. حالا اینا که دزدی میکنن، اینا که خدا میدونه به توپ میبندن بیت المال رو، ور میدارن فرار میکنن، پول و مردم رو جمع میکنن میرن. شما اگر اینا رو نگاهشون بکنی فکر کنی اینا 40 سال نماز شبشون، اما دزدن، خائنن. وقت چرا این اتفاقات تو خارج نمیفته؟ برید آمار بگیرید، مثلا در چین، در ژاپن، در خود آمریکا، تو خود آمریکا، تو اروپا، بالاترین رقمی که دزدیدن چه رقمی بوده؟ 1000 دزدای کوچولوی ما هم نمیشه. یک دزدیا گاهی میشه به گوش مردم میرسه که در طول تاریخ ایران از ساسانیان تا الان هرچی دزدی نشده. چرا؟ عیب کجاست؟ ما که فاطمه داریم. یعنی اگر از شیعه فقط یک کلمه باشد به نام فاطمه، نه نهج البلاغه داشته باشیم، نه نهج الفصاحه، نه تفسیر آیات، فقط به ما بگن نام مادرتون فاطمه زهراست، شما فاطمه رو بفهمید آخرتتون بیم است، دنیاتون هم بیم است. والله درست، فقط با یک کلمه فاطمه میشه زندگی ها رو عوض کرد، میشه دنیا و آخرت رو آباد کرد، فقط با یه اسم فاطمه. ولی ما متاسفیم از اینکه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. ما بابا خدا میداند چقدر سرمایه داریم، خدا میدونه ما چقدر ثروتمندیم، خدا میدونه ما چقدر آقا معرفت و معارف داریم، چرا از تشنگی داریم میمیریم در حالی که آب زمزم و کوثر معارف دینی تو دستمونه؟ از نام مادرمون یاد بگیریم زندگی کنیم.